أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. حامیم. گند به این کتاب روشنگر با آن را در شبی پربرکت نازل کردیم، ما هموار انذار کننده بوده ایم. در آن شب هر امری بر اساس حکمت الهی تدبیر و جدا می گردد. آری نزول قرآن فرمانی بود از سوی ما، ما محمد را فرستادیم. اینها همه به خاطر رحمتی است از سوی پروردگارت که شنونده و داناست. من پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه در میان آنهاست، اگر اهل یقین هستید. هیچ معبودی جز او نیست، زنده می کند و می میراند. او پروردگار شما و پروردگار پدران نخستین شماست. آنها در شکند و با حقایق بازی می کنند. منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری پدید آورد، کمه مردم را فرا می گیرد. این عذاب دردناکی است. می گویند پروردگارا عذاب را از ما برطرف کن که ایمان می آوریم. چگونه و از کجا متذکر می شوند با اینکه رسول روشنگر به سراغشان آمد؟ پس از او روی گردان شدند و گفتند او تعلیم یافته ای دیوانه است. ما عذاب را کمی برطرف می سازیم ولی باز به کارهای خود باز می گردید. ما از آنها انتقام می گیریم در آن روز که آنها را با قدرت خواهیم گرفت. آری ما انتقام گیرنده ایم. ما پیش از اینها قوم فرعون را آزمودیم و رسول بزرگواری به سراغشان آمد. به آنان گفت امور بندگان خدا را به من واگذارید که من فرستاده امینی برای شما هستم. و در برابر خداوند تکبر نورزید که من برای شما دلیل روشنی آورده ام. و من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه میبرم از این که مرا متهم کنید. و اگر به من ایمان نمی آورید از من کنارگیری کنید و مانع ایمان آوردن مردم نشوید. آنها هیچ یک از این پندها را نپذیرفتند و موسی به پیشگاه پروردگارش عرضه داشت اینها قومی مجرمند. او دستور داده شد بندگان مرا شبانه حرکت ده که شما تعقیب می شوید. هنگامی که از دریا گذشتید دریا را آرام و گشاده بگذار و بگذر که آنها لشکری غرق شده خواهند بود. سرانجام همگی نابود شدند و چه بسیار باغها و چشمه ها که از خود به جای گذاشتند، زراعتها و قصرهای زیبا و گران قیمت، نعمتهای فراوان دیگر که در آن غرق بودند. این چنین بود ماجرای آنان و ما اموال و حکومت اینها را میراث برای اقوام دیگری قرار دادیم. آسمان بر آنان گریست و نه زمین و نه به آنها مهلتی داده شد. ما بنی اسرائیل را از عذاب ذلت بار رهایی بخشیدیم. از فرعون که مردی متکبر و از اسراف کاران بود، ما آنها را با علم خیش بر جهانیان برگزیدیم و برتری دادیم و آیاتی از قدرت خیش را به آنها دادیم که آزمایش آشکاری در آن بود، ولی آنان کفران کردند و مجازات شدند. آنها مشرکان میگویند مرگ ما جز همان مرگ اول نیست و هرگز برانگیخته نخواهیم شد. راست میگویید پدران ما را زنده کنید و بیاورید تا گواهی دهند. آیا آنان بهترند یا قوم تبع و کسانی که پیش از آنها بودند؟
ما آنان را هلاک کردیم چرا که مجرم بودند. آسمان‌ها و زمین و آنچرا که در میان این دو است به بازی نیافریدیم. آن دو را جز به حق نیافریدیم ولی بیشتر آنان نمی دانند. روز جدایی حق از باطل وعدگاه همه آنهاست، روزی که هیچ دوستی کمترین کمکی به دوستش نمی کند و از هیچ سو یاری نمی شوند. اگر کسی که خدا او را مورد رحمت قرار داده، چرا که او عزیز و رحیم است. سلمن درخت زقوم سایه گناهکاران است، آنند فلز گداخته در شکمها می جوشد، جوششی همچون آب سوزان. آنگاه به مأموران دوزخ خطاب می شود: این کافر مجرم را بگیرید و به میان دوزخ پرتابش کنید، پس بر سر او از عذاب جوشان بریزید. به او گفته می شود: بچش که به پندار خود بسیار قدرتمند و محترم بودی. این همان چیزی است که پیوسته در آن تردید می کردید. بی پرهیزگاران در جایگاه امنی قرار دارند، میان باغها و چشمها. آنها لباسهایی از حریر نازک و زخیم می پوشند و در مقابل یک دیگر می نشینند. این چنینند بهشتیان و آنها را با حور العین تزویج می کنیم. آنها در آنجا هر نوع میوه‌ای را بخواهند در اختیارشان قرار می گیرد و در نهایت امنیت به سر می برند. هرگز مرگی جز همان مرگ اول که در دنیا چشیده اند نخواهند چشید و خداوند آنها را از عذاب دوزخ حفظ می کند. این فضل و بخششی است از سوی پروردگارت، این همان رستگاری بزرگ است. ما آن قرآن را بر زبان تو آسان ساختیم شاید آنان متذکر شوند، اما اگر نپذیرفتند منتظر باش، آنها نیز منتظرند. تو منتظر پیروزی الهی و آنها منتظر عذاب و شکست.